شب گذشته همزمان با شب شهادت جانشین برحق رسول خدا صلی الله علیه و آله الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعیان در حزن و اندوه به سر بردند بر همین اساس میلیون ها شیعه و عاشق اهل بیت اسمت و تهارت علیه و سلام در سراسر کره خاکی با حضور در مساجد حسینیه ها، حیات، تکایا، مراکز اسلامی و دینی و فرهنگی و نیز بسیاری از منازل به برگزاری مجالس و مراسم عزاداری و سوگواری برپا کردند در همین حال علاوه بر اینکه بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق شیرازی دامزلو میزبان برگزاری مراسم شب شهادت و شب قدر بود مراکز مرتبط با دفتر معظم الله در شهرها و کشورهای مختلف جهان نیز به برگزاری چنین مراسمی پرداختند مجموع رسانه امام حسین علیه السلام نیز به پنج زبان و در شش شبکه خود ویژه برنامههایی برای شب شهادت اول مزنوم عالم حضرت علی علیه السلام تولید و پخش کرد از سوی دیگر تولیت آستان مقدس علوی در شهر نجف اشرف روز گذشته سهشنبه از حضور و خدمت رسانی بیش از ده هزار خادم حرم امیر علیه السلام در مراسم سال روز شهادت مولای متقیان خبر داد در همین حال عبدالهادی الابراهیمی ابراهیمی عضو شورای اداری آستان مقدس علوی تیه اظهاراتی گفت در حالی که در ایام شهادت امام علی علیه السلام و شبهای قدر به سر میبریم آستان مقدس علوی از همه خادمان رسمی و نیز کارکنان خود برای خدمت رسانی به زائران و اجرای هرچه بهتر مراسم در این ایام استفاده کرده است وی افزود: آستان مقدس علوی همچنین تلاش کرده که در حد توان بخشای از سحن حضرت فاطمه سلام الله علیها را برای عبادات و استراحت آماده کند و در اختیار زائران قرار دهد. عبدالحادی الابراهیمی همچنین گفت: تیم های درمانی و مراکز پزشکی در همه محیط های حرم متحر امام علی علیه السلام حضور و وجود دارند تا خدمات مورد نیاز را ارائه دهند حسن الجباری دیگر عضو شورای اداری آستان مقدس علوی در اظهاراتی گفت بیش از 1500 خادم داوطلب نیز در کنار 10000 خادم رسمی کارمند آستان مقدس در این ایام به خدمت رسانی به میلیون اونها ها میپردازند. می پردازند. و در ادامه افزود در این ایام هر روز سی هزار پرسه افتار و بیست هزار پرسه سحری میان زائران توضیح می گردد